از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با هم گزارش رو دیدیم. با توجه به شناختی که نسبت به ساختار سیاسی کویت دارین، ریشه این گونه برخوردهای دولت کویت با شیعیان را در چه میبینید شما؟ بفرمایید. خب توجه داشته باشید، در کویت امیر جدیدی به قدرت رسیده که مذاق سیاسی او با امیر پیشین که بیشتر اهل تعامل و بیشتر اهل تسامح بود فرق میکنه. در واقع شیخ مشعل احمد الجابر الصباح بیشتر تمایل به این داره که به عربستان سعودی نزدیک بشه، کمی هم کم تحمل هست. میدونید که طبق قوانین کویت هر گونه انتقادی از امیر میتوانه موجب دستگیری و توقیف و بازداشت بشود. او آمده و قوانین در همطور که اشاره که قوانین رو وضع کرده مبنی بر این که در ایام محرم و شعائر حسینی اون پرچم ها، اون موکب ها، اون علائم، اون نشانه ها دیگه بیرون از سالن عزاداری نباشه. سالن عزاداری رو بهش دیوانیه میگن. در دیوانیه ها، در حسینیه ها، در مساجد چرا شما میتوانید مراسم خودتون داشته باشید، اما هر گونه پرچمی بیرون از اینجا ممنوع از جز پرچم کویت. خب این رویه خلاف رویه که پیش از این شیعیان و کویت جمعیت کمی هم نیستند. این رویه گذشته اینطور بوده که به راحتی انجام میدادن. به نظر میرسه که من اینطور فهم میکنم که شیخ مشعل نگرانی هایی از جریانات سیاسی شیعه داره، یعنی نگاه او صرفاً به بحث اینکه با شیعیان معارضه بکنه نیست، بلکه نگاه او به این هستش که کشورش تحت تأثیر شیعه حزب الله لبنان قرار گرفته و از طریق حزب الله لبنان تحت تأثیر جریان حاکمیتی در ایران یعنی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته و همه اینها به دلیل اینکه ذیل پرچم امام حسین داره نمایان می شود خواسته که این نمادها رو از درون کشور خودش، یعنی این نمادها تظاهر خارجی نداشته باشه، نماد بیرونی نداشته باشه. توجه هم داشته باشید که در سالهای گذشته جریان اختلافات باعث شده بود که حتی به یک مسجدی، مسجد امام صادق در سال 2015 انفجار ایجاد بشه و در اونجا 27 نفر از شیعیان کشته شدن، 227 نفر مجروح شدن. این نگرانی ها رو خود دولت کویت هم داره که یعنی اگر که قرار باشه این نمادهای شیعه و سنی در این کشور کوچک با هم دیگه به تقابل سیاسی بیفتند، خب بعد اینجور حوادث هم اتفاق خواهد افتاد. سخن من در تأیید رفتار دولت کویت نیست، دارم میگم که احیانا چه انگیزه ای پشت این تصمیم سخت و سختگیرانه دولت کویت قرار داشته و به این دلیل دست به این تمهیدات زده که برخلاف رویه امیر پیشین کویت هست. آقای دکتر، شیعیان کویت از اصلی ترین اقلیت در ساختار جمعیت کشور کویت به شمار میرن. صدور چنین دستوراتی علیه مسائل دینی، مذهبی و شعائر حسینی چه پیامدهای اجتماعی در پی خواهد داشت؟ بفرمایید. بله، این اول باید بدونیم که چقدر جمعیت شیعیان در این کشور 4 میلیونی حدود 30 الی 40%، بلکه برخی آمار بیش از 40% رو هم شیعیان میدونم، اونم بیشترشون شیعیان 12 امامی، البته اندکی هم شیعیان بخره یا شیعیان اسماعیلی هم داره این کشور. منظور اگه 30% کمترین عدد رو بگیریم، 30% از جمعیت 4 میلیونی رقم قابل توجهی است که ای بسا بیش از این جمعیت هم باشن. خب این تصمیم دولت کویت اگرچه احیانا پشت سرش یک نگاه سیاسی نهفته هستش، خب ناراحتی عموم شیعیان رو برمی انگیزه به دلیل اینکه خب شیعیان کویت به روال گذشته میخوان آیین‌های مذهبی خودشون رو انجام بدن
و هیچ و در همزیستی مسالمت آمیز با اهل سنت زندگی کردن، با همدیگه معاشرت داشتن، در ساخت کشور کویت بسیار مؤثر بودن. بنابراین این برای جامعه شیعیان پرتعداد کویت قابل هضم نیست که به صرف اینکه احیانا شعائر حسینی مورد سوء استفاده برخی از جریانات حزبی مثلا مثل حزب الله لبنان قرار بگیرد، پس بیاییم کلن این ظهور و بروز عقاید دینیمون رو ما جلوش جلوگیری بکنیم. خب این همین نکته بودش که آقای حسین القلاف همونطور که اشاره کردید یکی از نمایندگان پارلمان بوده، شخصیت شناخته شده بوده، به اعتراض کرد و همونطور که گفتم این امیر جدید کویت خیلی کم تحمل هستش. به صرف اینکه او یک توییتی زد، آقای قلاف یک توییتی زد، بلافاصله دستگیرش کردند. این کم تحملی امیر شیخ مشعل هم خودش به نظر من موجبات این موضوع هست. فراموش نکنیم که او انقدر کم تحمل بوده که پارلمان کویت رو هم تعطیل کرده، به صرف یه اعتراضی که به امیر کردن پارلمان کویت رو هم تعطیل کرده. حالا ببینیم در مسیر تحولات در کویت به کدام سو پیش خواهد رفت. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.